به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان عزیز، جلسه 19 از درس مقاومت مساله رو در خدمت شما هستیم. تو جلسات قبل اومدیم یاد گرفتیم که از روش انرژی در واقع انرژی یک سازه رو تحت بارگذاری های مختلف یاد گرفتیم، در واقع با انرژی چه قرمگی که زیر این بود، که حالا ما تو قسمت در واقع الاستیکش کار داریم، در واقع مودولوس آف رزیلینس این مسئله کار کردیم. گفتیم حالا انرژی رو چجوری حساب میکنم برای حالت کشش تگ‌محوری، شد این برای حالت خمشی، شد این که حالت انتگرالی داره به دلیل متغیر بودن گشتاور در طول تیر، یعنی در اغلب مواقع برای پیچش هم که این حالت بود. حالا میخوایم ببینیم توی در واقع از اینا ما به چه شکلی میتونیم استفاده بکنیم و بیایم مسائلی که توی فصل قبل هم از نظر در واقع اندازه‌گیری خیزها و شیب و همچنین حل مسئله نامعین به چه شکلی میتونیم استفاده بکنیم. خب ما به خاطر که از اینا بتونیم استفاده کنیم، یه قضیه ای هست، قضیه کاستیگلیانو، یه مهندس ایتالیایی بوده. پس من با این قضیه شروع میکنم. کاستیگلیانو یا اگر لاتینش هم خواستیم در واقع این قضیه استفاده میشه، خیلی کار ما رو راحت تر میکنه برای حل مسائلی که توی این حوزه هست. خب این میگه که اگر شما انرژی پتانسیل یک سیستم رو یو در نظر بگیرین، انرژی پتانسیل یک یو رو، یک سازه رو یو در نظر بگیریم، پس میگیم این قضیه میگه اگر انرژی بگیم انرژی کرنشی بگیم که دیگه کرنشی در یک سازه یو باشد که در نقاط مختلف در معرض بارهای P1، P2 و PN قرار گرفته باشد. در واقع این یوه ناشی از این نیرویه که بهش ایجاد شده. تغییر مکان ایکس جی نقطه اثر بار پی جی که در امتداد
خط اثر پی جی باشد از رابطه زیل به دست میاد. خیلی خوب، همین رابطه ساده ایه. ایکس جی برابر با روند یو به روند پی جی. به صورت کلی اگه بخوام بگم اینه که ما یه سازه داریم تحت نیروهای مختلف، حالا چه پیچشی باشه، چه در واقع مثلا پیچش باشه، چه خمش باشه، چه حالا در واقع خرپا باشه، اگر بخوایم جابجایی یه نقطه رو حساب بکنیم اونجا، میایم در واقع انرژی کل سازه رو حساب میکنیم نسبت به اون نقطه چیکار میکنیم، مشتق میکنیم. حالا این برای حالتی چی بود؟ این برای در واقع حالت نیرو جابجایی بود. خب پس برای حالت نیرو جابجایی ما همینو میتونیم برای چی بنویسیم؟ حتی برای حالت نیرو جابجایی هم در واقع تو خرپا استفاده میشه، هم توی تیرا. ما همینو در واقع میتونیم برای تیر بنویسیم، بگیم تتای جی. خب اینجا ببین نیرو جابجایی اینجا میشه تتا گشتاور دیگه، درسته؟ یعنی اگر به یک سازه تیر گشتاورهای ام جی وارد شده باشه، تتا رو تو نقطه از این روش به دست میاد. پس این میشه برای حالت گشتاور و در واقع شیب. همینو داریم برای حالت گشتاور و در واقع چی؟ زاویه پیچش. تتای جی برابر با روند یو به روند تی جی. خب اینا سه تا در واقع رابطه بود که ما اینجا داشتیم. حالا اینا رو اگر ما بیایم تک تک اعمال کنیم روی در واقع اینا، روی تک تک اینا اگر بیایم اعمال کنیم، روی این، روی این که دوباره اعمال میشه، یه بار نسبت به تتا که میخوای شیب رو پیدا کنی، یه بار نسبت به در واقع این که بخوای شما چی رو پیدا کنی، بخوای فیز رو پیدا کنی، اینم که دوباره نسبت به تی که بخوای شما پیچش رو محاسبه. خب حالا این ریزالت هایی که ما از اینا میتونیم بگیریم، ما در واقع ریزالت هایی که میتونیم از اینا بگیریم، برای حالت اول در واقع برای حالت شما خرپا اگه بخوای بنویسید بدیم ما اینا رو جابجا. خب اول اینکه در واقع برای این حالت هستش، یعنی وقتی که ما خرپا داریم، من باید از این چیکار کنم؟ مشتق بگیرم. خاطرتون هم باشه وقتی که چند تا داشتیم میمدیم چیکار میکردیم؟ زیگما میگرفتیم. من پس من باید از این نسبت به پی آی چیکار کنم؟ مشتق بگیرم. بنابراین خواهم داشت ایکس جی روند یو به روند پی جی، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه زیگمای پی آی ال آی، اون دوره هم که حذف میشه توی مخرج، پی آی آی در روند پی آی به در واقع روند اف ای که من داشتم،
لحظه من این فرمول رو باید مقایسه بکنم. اینجا چی نوشتیم؟ آ پی آی نوشتیم. خب اینجا اگه پی آی نوشتیم، حالا من نمی‌کنم اف آی که دیگه با این قاطی نشه، پس میشه نسبت به اف چه این میشه برای حالت خربا. حالا این مثال حل میکنم کامل جا میفته. خب برای در واقع تیر ما خواهیم داشت، برای حالت تیر من خواهم داشت دوباره راند یو به دوباره پی چه که حالت انتگرالی داشت دیگه، انتگرال سر جای خودش میمونه، میشه انتگرال صفر تا ال ام ای آی منتاین چی روند ام به روند پی چه. اینجا به خاطر که اشتباه نشه ما اینا رو اجازه بدیم با اف جا به جا کنیم که پس این شد برای خرپا. این شد برای چی؟ برای تیر. خب مشابه همین رابطه رو ما برای تیر هم داریم. یه خط من اینو بیارم پایین. ما در واقع برای تتای جی میشه همین رابطه که اینجا داری دیگه، فقط روند یو به همین جی برابر میشه با انتگرال صفر تا ال ام یهای. حالا یکم بریم جلوتر میبینیم که ما از این قضایه چقدر میتونیم استفاده کنیم برای حل انواع مسئله ها. نمیشه برای تیر، یه دونه فقط دیگه من برای پیچش در واقع تتای چه یه ما چه روند یو به روند تیه چه چه رابطه شو نگاه کنی. این که برای خرپا بود، اینم برای عرض به خدمت شما تیر بود، اینم که مال پیچش دیگه. حالا این موقع اگه پیچش متغیر بود باید حواسمون باشه، حالا باید بعضی از معادلات مینی از این استفاده میشه. حتی حالا پیچش ها که ما اینجا داریم خب ساده تره، حالا از این میشه استفاده کرد یا از این باید مشتاق بگم یا از این تفاوتی نمی کنه. حالا من پس خواهم داشت انتگرال صفر تا ال تی جی جی روند تی به روند در واقع تی. از اینا مثلا حل خواهیم کرد. پس اینا میشه وقتی که ما چی داریم، حالا محوری یا در واقع شفت داریم مسیل وقتی که پیچش. پس این قضیه کسیگلیانو چهار تا خروجی داره که ما با اینا میخوایم کار کنیم. مثال الان براتون حل میکنم کامل مسئله جا میفته. خب بچه‌ها یه مسئله براتون آماده کردیم، میخوایم که جابجایی در واقع انتهای تیر رو چیکار کنیم، محاسبه کنیم. یعنی نقطه چی رو؟ ای. پس مثال جا به جایی نقطه آرا محاسبه کنید. البته جا به جایی عمودی ها در واقع ما ایگرگ آبرامون چیه؟ بچوله تیرم که ای آی و این هاست با مشخصات ای آی که ثابته دیگه. اینم ای آی ای آی. خب طبق قضیه که یاد گرفتیم
ایگرگ آی ما در واقع همون قد کسیپیانو ما الان از این روش باید مسئله چیکار کنیم؟ خب اینجا تو نقطه آی رو نیروی پی وارد شده، بنابراین مگه انرژی تی رو حساب بکنم و نسبت به پی مشتق بگیرم دیگه میتونم تو این رابطه قرار بدن و حل کنم. حالا پس ایگرگ آی من پس ایگرگ آ برابر با روند یو به روند پی برابر با انتگرال از صفر تا ال ام ای آی روند ام به روند پی دی ایکس. خب تو اینا ما تقریبا همه رو داریم الا توضیح گشت و روند ام. خب ام من میدونم که از استاتیک و بیام یه مقطع هم لازمه دیگه، یه مقطع من اینجا بزنم ام من برابر میشه با در واقع ام ایکس ما برابر میشه با مثال دارم میگم مثلا شما اینجا یه دونه مقطع بزنی بخوای امو چیکار کنی حساب بکن. خب یه دونه پی گشته برداره یه دونه نیرو در واقع بار گسترده. خب اگه این ساده بکنیم به این میرسیم که یه دونه پی ایکس داره یکی همون بار گسترده دیگه میشه دبلیو ایکس دو دو. خب حالا از ام من مشتق بگیرم در واقع روند ام به روند ایکس میشه چی؟ منفی پی دیگه. عذر میخوام بخشید روند ام به روند پی، روند ام به روند پی رو بگیریم میشه منفی ایکس. خب دیگه این دوتا رو باید تو این رابطه بذاریم و انتگرال رو بگیریم. پس ایگرگ آ برابر میشه با انتگرال صفر تا ال به جای ام معادلش رو میذاریم منفی پی ایکس به اضافه اومگا ایکس دو دوم کلش تقسیم بر ای آی روند ام روند پی هم که شده منفی ایکس. پس این هم ضرب به منفی ایکس دی ایکس. این بعد انتگرال باید حساب بشه. خب این انتگرال اگه بخواه حساب بشه بچه این منفی اینجاست، این انتگرال اگه ما بخواییم حساب کنیم در واقع برابر میشه با ای آیشو میارم بیرون چه انتگرال صفر تا ال ایکس در اون ضرب میشه و منفی هم از بی میره میشه پی ایکس و به اضافه اومگا اومگا در ایکس تقسیم بر دو. درسته؟ کل اینا دی ایکس. در نهایت اگر انتگرال گیری بشه و حل بشه به دست میاد یک ای آیوم پی ال سه به اضافه دبلیو ال چهار تقسیم بر هشت. اگر دقت بکنیم این رابطه رو اگر دقت بکنیم از جلسه قبل میگفتیم سوپر پوزیشن حل کردیم، انگار این یه بار وارد شده که میشه یک سوم پی اس ای آیوم، یه بارم بار گسترده وارد شده شد دبلیو ال چهار هشت و ما تونستیم خیزو تو نقطه آ چیکار کنیم با این روش کاستیگلیانو و خیلی ساده تر از روش قبلی تونستیم حساب بکنیم. حالا ممکنه یه سوالی به ذهن برسه، این که اصلا فرض کنیم که من تو نقطه آ خب پی ندارم، خب میخوام جابجایی آ رو پیدا کنم، یا نه اصلا میخوای جابجایی نقطه ای رو پیدا بکنی، دقت کن که اونجا نیروی پی نداری که بخوای بهش نسبت بهش مشتق بگیری. دقت کردین؟ چون اینجا ما گفتیم پی ها ایکس جی ها فقط
در واقع جایی میتونی حساب کنی که پی جی داشته باشی، درسته؟ حالا چیکار، یا مثلا همین رو در نظر بگیر، همین مسئله رو فرض کن من اومدم شی خیز رو حساب کردم، حالا فرض کن بخوام شی رو حساب کنم، بعد چیکار کنم؟ این موقع ما میایم این کارو میکنیم، ما این مواقع میایم این کارو میکنیم، یه دونه بار مجازی تعریف میکنیم. پس بار مجازی برای مواقعی که چی؟ ما اون تو نقطه نیرو یا گشتاوری نداریم، ولی میخوایم خیز یا شیبش رو پیدا کنیم. این برای همه حالت ها میتونیم این کارو انجام بدیم. پس بار تعریف بار مجازی، حالا پس در مواقعی که بخواهیم شیب یا خیز، پس در مواقعی که بخواهیم شیب یا خیز یک نقطه است سازه را حساب کنیم که در آن نقطه نیرو یا گشتاوری وارد نشده است، از بار مجازی استفاده میکنیم. خیلی هم ساده است. الان تو مسئله بعدی که میخوام براتون حل کنم، فرض کنید همین سازه رو داریم، مطلب بدون در نظر گرفتن پی، خیزشی به انتایتی رو میخوام حساب بکنیم. الان تو مسئله بعدی تا بار مجازی رو کامل متوجه بشیم. باشه، تو این مثال میخوام خیز و شیب نقطه آ رو حساب کنم. هیچ نیروی پی یا گشتاور امی هم به این نقطه وارد نشده. خب پس در واقع ایتراغ آ و آ رو در سازه مقابل محاسبه. تا اون چیزی که الان گفتم، اینجا شما نیرو و گشتاوری نداریم، میخوایم این حساب کنیم. میام چیکار میکنیم؟ بار مجازی میذاریم. بار مجازی یعنی چی؟ یعنی نیروی پی اینجا برای خودمون میذاریم. خب بعداً اثرشو از بین میبریم. کنترل سی کنت. یعنی من این مسئله‌مو میخوام حل کنم، تبدیلش میکنم به این. میگم باشه، من اینجا خیز میخوام باش. پس یه دونه به خاطر اینکه با اون نیروی چیزش تو نشه، با یه صفر معلومش کنم. پی صفر بار منفرد، بار مجازی، بار منفرد. حالا ولی خب معمولا بهش میگم بار مجازی. خب اگه الان من بخوام دوباره مثل قبل دیگه یه گشتاور میزنم، یه مقطع میزنم، گشتاور رو به دست میارم، گشتاورم که مثل قبلیه بود دیگه، مثل قبلی است، میشه منهای پی صفر ایکس به اضافه دبلیو ایکس دو دوم، درسته؟ خب حالا فقط وقتی داری خیز حساب میکنی دیگه باید حواست باشه، میشه ایگرگ آ از صفر تا ال روند ام به ای آی تقسیم بره در واقع روند ام به روند پی این صفر دیگه، چون شما جا به جایی توی راست هم خب دی ایکس برابر با انتگرال صفر تا ال به جای ام اینو باید بذاریم. منتها میدونیم که این بار چیه؟ مجازیه، بنابراین وقتی میخوایم تو انتگرال بگیریم قرارش نمیدیم. در واقع ما اینو فقط گذاشتیم که ازش بتونیم مشتق بگیریم. پس اینو ما دیگه ازش در واقع چون بار مجازیه دیگه در عمل وجود نداره، پس میشه اومگا 22مش که سر جاشه تقسیم بر ای آی. حالا
روند ام به روند پی سف چقدره؟ منفی ایکس. خب حالا روند ام به روند پی سف رو قرار میدم منفی ایکس. گرفتین چی شد؟ پس ایگرگ آی من میشه دیگه اون انتگراله، میشه یک ای آی انتگرال صفر تا ال دبلیو ایکس دوم دی ایکس. و اگه از این من انتگرال بگیرم به من میده دبلیو چهار تقسیم بر هشت تا. این در واقع روش بار مجازی بود که برای این استفاده کردیم. خب ایگرگ آر رو پیدا کردیم، حالا باید تتای آر رو پیدا کنیم. تتای آر رو من چی کار میکنی؟ دیگه برای تتای آر ما نیاز به گشتاور مجازی داریم. خب پس من اینو بر میدارم، میام در واقع اینجا یه دونه ام صفر قرار میدم به صورت مجازی. خب حالا دوباره این دفعه ام ایکس رو مینویسم. این دفعه ام ایکس من برابر میشه با منفی ام صفر به اضافه اومگا ایکس دو دوم. درسته؟ حالا روند ام به روند ام صرف میشه چی؟ میشه منفی یک. درسته؟ حالا برای تتای آ، پس تتای آ میشه در واقع انتگرال صفر تا ال روند ام به روند هشت. بچه اینجا من چرا اینو ام نوشتم روند نوشتم اشتباه کردم. ام برست. پس میشه ام تقسیم بره ای آی روند ام به روند ام صف دیه برابر میشه با صف تا ال. حالا دوباره اینجا که ام میخوای بذاری این رابطه رو باید بذاریم، ولی ام مجازی دیگه بنابراین اصلا اثر نمیده. میشه اومگا ایکس دو تقسیم بره روند ام به روند ام صفر هم که شد منهای یک. اینجا ما یه منفی داشتیم. این اگر انتگرال بگیریم میشه ایکس سوم با میشه شیش با این دو. بنابراین خیز من میشه ال سه تقسیم بره شیش تا یک. دقت کردین چقدر روش کاربردیه این روش کسیبلیان؟ من شما خیز رو حالا یه موقع اینجا هم خواستی کاری نداره، دوباره اینجا نیروپی قرار میدی. خب اثراتش رو مثلا دوبار بعد انتگرال میگیره. البته مشخص اگه اینجا خیز اینجا رو بخوای شما یه پی بذاری از اینجا تا اینجا پی هیچ اثری نداره تو توزیع گشت به. درسته؟ از اینجا به بعد یعنی انگار که داری از اینجا دوباره انتگرال میگیری و مسئله رو حل میکنی. بچه مثالی که میخوایم حل کنیم هم مثال جلسه قبلمونه که اومدیم در واقع انرژی کرنش خرپاره حساب کردیم. حالا این دفعه میخوایم بیام خیز در واقع جابجایی نقطه بی رو پیدا بکنیم. جابجایی نقطه بیو وقتی میگیم جابجایی یعنی هم جابجایی افقیش هم جابجایی عمودیش. پس مثال جابجایی افقی و عمودی نقطه بی را محاسبه کنید. خب
برای جابجایی نقطه بی در راستای عمودی که مشکلی نداریم، نیرو داریم خب، ولی در راستای افقی ما نیرو براش نداریم، بنابراین مجبوریم که یه دونه بار مجازی بذاریم. یه بارم عرض کردم خدمتتون برای بارای مجازی، به خاطر که اشتباه نشه اگر هر وقت گذاشتیم یه دونه اندیسه صفر هم کنارش بذاریم. خب حالا کافیه که من بیام در واقع انرژی سازه رو حالا حساب بکنم بر حسب مواردی که میخوام و در نهایت انرژی کل رو پیدا کنم. خب طبق این چیزی که اینجا داشتیم، انرژی که داخل خلق بود، من جا به جایش من باید از این روش چیکار کنم استفاده بکنم. اگه بیام نسبت پی مشتق بگیرم، جا به جایی و در راستای عمودی به من میده. اگه بیام نسبت کیو در واقع مشتق بگیرم، جا به جایی و در راستای افقی به من میده. بنابراین اولین چیزی که لازمه اینه که ما بیایم انرژی در واقع سازه رو حساب کنیم، بعد تک تک مشتق بگیریم. خب انرژی سازه طبق اون چیزی که ما داشتیم در واقع یو ما دوتا در واقع نیرو هستش، دوتا نیرو داریم، بنابراین دوتا انرژی داریم. خب یه دونه انرژیش که میشه مال همین در واقع، پس انرژی که من دارم یه دونه در واقع انرژی نیروی بی سی میشه اف دو بی سی در طول بی سی تقسیم بر در واقع دو ای آر. یه دونه مال اینه، یکم مال در واقع یکی لینکش F2 BD در طول BD تقسیم بر دو ای. حالا بعد از اینا ما مشتق بگیرم یه بار نسبت به P و یه بار نسبت به Q. بنابراین جا به جایی من یعنی X B من برابر میشه با روند یو به روند کیو. ما از این بعد نسبت به کیو مشتق بگیریم. خب تنها چیزی که اینجا ممکنه مشتق داشته باشه، تغییرات داشته باشه نسبت به کیو، اف دیگه درسته، نیروی داخلی لینک طبق اون رابطه که داریم. بنابراین میشه اف بی سی ما در دو ای آ به اضافه ضربه داره، یعنی از مشتق بگیرم میشه دوتا بی که این دوه با این میره بی سی میشه این روند بی سی روند اف بی سی به روند کیو به اضافه همین این وری. حالا ما دیگه برای سادگی کار این دو ها دیگر بمیرن، در واقع میشه بی دی سی ها باید بذاریم دی فقط اینکه اف بی دی. پس این برای چی؟ برای ایکس بی. برای جابجایی عمودیش هم که قرار میدم ایگرگ بی برابر با روند یو به این دفعه به روند چی؟ پی. بچه کیو صفر کیو صفر کیو صفر همینه دیگه درسته؟ فقط اون کیو ها میشن چی؟ پی. همینو من بعد انجام میدم، به جای در واقع کیو صفر ما میذاریم پی. خب حالا بعد بیایم ببین اینا که مشخصه اف بی سی و بی سی و ای آ اینا معلومه. خب چیزی که بعد معلوم بشه در واقع رابطه بین اف ها و کیو و حالا مقادیری که طبق این هندسه اینجا داره. خب
خب اگر من اینو مثل یه سازه اینجا در نظر بگیرم، یه کیو صفر اینجا داریم، یه دونه نیروی پی من اینجا دارم، قاعدتا یه دونه بار اف بی سی اینجا خواهیم داشت و یه دونه هم اف بی دی اینجا. خب اینا رو دیگه تعادل می نویسیم برای پین بی. اینا رو دیگه از استاتیک ما داریم، از استاتیک ما این دوتا رو حل بکنیم، از استاتیک ما این دوتا رو در واقع حل بکنیم خواهم داشت. اف بی سی برابر میشه با 6 دهم پی به اضافه 8 دهم کیو صفر. اف بی دی منهای 8 دهم پی به اضافه 6 دهم کیو صفر. دقت بکنین، ما اینجا رو دیگه تعادل نیروی نوشتیم که توی پین ها بود دیگه. خب چیا رو میخوام؟ روند اف بی به در واقع روندا رو میخوام دیگه، بی سی. و حالا با این تفاصیلی که هست، این 4 تا روندی که میخوام به دست میاد. روند اف بی سی به روند پی میشه چقدر؟ 6 تا. روند اف بی سی نسبت به روند کیو صفر چه چقدر؟ 8 تا. خب اون یکی دوتا روند هم میتونم اینجوری به دست بیارم. اینجا فقط به جای سی من باید قرار بدم دی میشه اینجا، به جای بی سی من باید قرار بدم در واقع دی. خب این میشه منفی 8 دهم. خب حالا روند اف بی دی به روند پی میشه چی؟ منفی 8 دهم. منفی 8 دهم. روند اف بی دی نسبت به کیو صفر میشه چقدر؟ 6 دهم. خب حالا دیگه باید بیام اینجا جایگذاری انجام بدیم. به خاطری که روابط دیگه گم نکنیم، من یه کپی از اینا میگیرم. به خاطر که راحت تر کار کنم، من دیگه اونا رو اینجا به اینجا کپی کردم. خب x بی رو جایگذاری میکنیم، x بی میشه اف بی سی. خب به جای اف بی سی اینو میذاریم. فقط دیگه حواستون باشه وقتی دارین نیروها رو جایگذاری میکنین، اینو که صفر در واقع اندیس صفر دارن یا بارهای مجازی بودن که ما وارد کردن، دیگه وارد معادلاتمون نمیشه. پس میشه 6 دهم پی ضرب ده بی سی. اون طول بی سی دیگه، حالا اون از هندسه ما به دست آوردیم، میشه 6 دهم ال تقسیم بر ای آ. ای آ که دیگه همشون دارم، من فاکتورشو می نویسم
ضرب در روند اف بی سی به روند کیو صفر میشه کدوم میشه این هشتم به اضافه چون جنس ها یکیه سطح مقطع یا رو من در نهایت ازش فاکتور میگیرم اف بی دی میشه این دوباره چون کیو چیه صفر من فقط هشتم رو میذارم چون منفی هشتم پی در طول بی دی طول بی دی هم که هشتم ال از به خدمت شما که ضربه داره روند اف بی دی به روند کیو صفر بی دی به کیو صفر هم چقدر ششتم همش تقسیم بر ای آه این اگر بچه انجام بدیم میشه منفی صفر 96 پی ال تقسیم بر ای آه. از در واقع شکل سازه هم که داریم مشخصه که در واقع حالا منفی اومدنش هم که ایکس بی که اومد جا به جایش که مشخصه دو سمت چپ خب میام برای سراغ ایگرگ بی برای ایگرگ بی دوباره اف بی سی رو شما داریم عملا همینا رو داریم دیگه حالا به تغییراتی من ترجیح میدم یک کپی بگیرم که بعد یک یکی جای بذاریم از اینجا ایگرگ بی می شود بی سی که خودشه ضرب در دوباره طول 6 دهم منتها فقط اف بی سی به روند پی روند اف بی سی به روند پی میشه 6 دهم این طرف دوباره حتا بذارید من درستش کنم درست اشتباه نشه منفی هست منفی هشت خب اینجا این که دوباره خودشه ضرب در هشتم ال فقط اینجا روند اف بی دی به پی روند اف بی دی به پی میشه منفی هشتم در واقع میشه منفی هشت ای آ هم که دوباره سر جاشه اینا اگر حساب بکنیم و ساده بکنیم میشه در واقع 728 پی ال بر ای آ خب بچه این دیگه مسئله کامل حل شد روش هم که یاد گرفتین حالا یه سری تمرینه براتون میذارم یه جلسه دیگه ما تو این فصل داریم که برای حل سازهایی که نامعینن از روش کاستیگلیانو راجع به صحبت خواهیم کرد. خسته نباشید.